سلام به همه همراهان شنبه نهم مرداد 1400 31 ماه جولای 2021 در لابلای اخبار متفاوتی که این روزا پخش شده و بعضی هم اخبار چند منظوره بوده برای تحت و قرار دادن خیزش عمومی که در خوزستان و در اصحانهای دیگه به وقوع پیست و حتی فرصت سازی که بسیار از جوانها و مردم از موضوع برد پرسپولیس انجام دادن و در همون تجمعات هم شعار علیه حکومت و علیه شخص خامنه‌ای دادن خب بعضی کارها لازم بود بعضی خبرها رو لازم بود جمهوری اسلامی پروال بده به خاطر اینکه این خبرات تحت شعار قرار بگیره من دیروز هم گفتم واقعیتش اینه که گمان نمی کنم و فکر هم نمی کنم حتی جمهوری اسلامی دیگه دنبال محدود کردن اینترنت باشه یه فیلم می دیرم، تلویزیون ایران پخش کرد آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضا مجازی خودش رسما داره میگه که این دستگاه های لینک مال در ایران قابل خریداری و حتی اونجا میگه یه مجتمع ساختمانی میتونه یه دونه دستگاه بخره یه مجتمع مسکونی میتونه یه دستگاه بخره به همه استفاده کنه به هر حال نوع پوشش خبرهای مربوط به اینترنت خب خیلی از اخبار رو تحت شعار قرار داد نه اینکه جمهور اسلامی نخواد محدود بکنه امکانش رو نداره به خصوص اینکه ظاهرا ایلان ماسک گفته که بنا داره برای بعضی از کشورها برای مدتی حق اشتراک هم نگیره که ظاهرا بر اساس اخباری که منتشر شده ایران یکی از اون کشورهاست یعنی نه کسانی فقط تجهیزات دریافت امواج رو بگیرن نیازی به پرداخت دیگه ندارن و خب اینکه حالا دیش های که اوایل دهه هفته دیش های چند متر قطرش بود مردم میذاشتن که تا کم کم رسید به کمتر از مثلا نیم متر خب مردمی که اون دیش ها رو بدون وحشت میذاشتن قطعا تجهیزات اینترنت ماهواره رو خیلی راحت هم میتونه استفاده کنن ولی به خبر خیلی انتشار پیدا کرد خیلی باستاب داشت به طوری که در واقعا مسائل مهمی مثل مسئله خوزستان و مسئله تهران و استانهای دیگه تحت شعار قرار گرفت از تبریز خبر بود از اصفهان بود از استانهای مختلف بود که در حمایت از مردم خوزستان تظاهرات کردن متاسفانه حجم خبر اونقدر بود که الان دو سه روز اصلا کسی خبری از خوزستان منتشر نمیکنه در حالی که حتی اگر فرض کنیم که حالا یا مردم آرام شدن یا مردم رو سرکوب کردن یک نکته رو نمیشه کارش کرد و اون این که قطعا این بدون هیچ شبهه‌ای اون چه مسلمه و نمیشه تکذیب کرد که مسئله آب خوزستان حل نشده و قابل حل هم نیست یعنی اینها اصلا برنامه ریزی برای حل نکردن به هر حال در بیان این خبرهای خبر هم منتشر شد که تلویزیون العالم که در واقع شبکه خارجی تلویزیون جمهوری اسلامی هست اعلام کرده که کشتی اسرائیلی در نزدیکی عمان مورد حمله قرار گرفته در خم و خبر هم الالم که اخبار حزب الله لبنان و اینها هم پوشش میده کنار المیادین گفته که این کار نیروهای مقاومت بوده حالا حساب کن نیروهای مقاومت که مثلا در لبنان و سوریه هستن کنار دریای عمان چ... دریای در عمان و کنار سواحل عمان چیکار میکنن خب این در واقع یک نوع پیام رسانی بیشترش هم به نظر من مصرف داخلی داره به خصوص بعد از صحبت های ظاهرا انقلابی دو روز پیش خامنه ای در دیدار با هیئت دولت که مثلا یه طوری صحبت کرد که انگار میخواد به جنگ با آمریکا بره در اون شرایط به نظر من حالا اینم برای نیروهاشون در داخل کشور که بگن ما به اسرائیل هم یه حمله کردیم ولی این حمله در برابر چی بوده ببینید خب این اخبار رو که جمهوری منتشر نمی‌کنه یا اگه منتشر کنه یه طوری منتشر میکنن که خیلی مردم متوجه نشن چند روز پیش اسرائیلیا حمله کردن خود سوری ها هم از کردن به فرودگاه القصیر اگر اشتباه نکنم و یک فرودگاه در منطقه از زبعه امیدوارم که تلفظش درست بگم چون من از مت... متون عربی خوندم ولی اعراب نداشت و از متون فارسی ولی به حال الف لام به این هه از زبعه به نظر من بشه اون چه مسلمه اینه که در این حملات یه سری مخازن نفتی که جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان فرستاده بوده در یکی از بنادر سوریه تخلیه شده قرار بوده از به تدریج به لبنان بره ببینید سابقه موضوع برمیگرده به حدود دو ماه پیش که با توجه به کمبود سوخت در لبنان حسن نصرالله گفتش که من حاضرم برم نفت و بنزین از ایران وارد بکنم هیچ پولم از دولت نمیخوام خب مسلمه پول نمیخواد برای اینکه اصلا جمهوری اسلامی قرار نیست از حسن نصرالله پول بگیره قرار مجانی بهش نفت و بنزین رو بدن بعد از مدتی الان خبر رسید که چند روز قبل محموله سوخت جمهوری اسلامی در مخازن در از زبعه ذخیره شده و اسرائیل حمله کرده و آتش گرفته خب ببینید حالا اینکه هزینه پرداخت شده حمل شده نفت رفته اونجا مجانی رفته برای اینکه کمک بشه به دولتی که حالا به نحوی به حزب الله لبنان نزدیک در در واقع جمهوری اسلامی گذاری میکنه برای حزب الله نه برای مردم ایران خب نه از بین رفته در مقابلش جمهوری اسلامی توسط نیروهای مقاومت به یک کشتی اسرائیل حمله کرده یعنی این خبری که دیروز منتشر شد که پهپادهای احتمالا تأمین شده توسط جمهوری اسلامی حمله کرده خب در این کشتی که البته چند ساعت بعدش منابع دریایی عمان اعلام کردن کشتی مسیر خودش ادامه میده ولی همه خبرگزاری ها گفتن دو نفر در کشتی کشی شدن کاپیتان رومانیایی و یک طبعه انگلیس که ظاهرا از نیروهای امنیتی کشتی بوده ولی اونچه مسلمه کشتی اولا خالی بوده و ثانیا صدم عمده ای نریده که منابع دریا نوردی عمان گفتن که به مسیرش ادامه داده این حرف یعنی چی یعنی بعد از ضربات متعددی که اسرائیل زده الان حداقل یک سال و نیم غیر از مسائل قبلی غیر از تور آباد، غیر از مسائل دیگه یک سال و که قرار انتقام سخت بگیرن به خاطر ترور فخری زاده فعلا که خبری نیست ولی نکته مهمش اینه که جمهوری بعد از مدت بعد از اینکه اسرائیل بارها زده حمله کرده در سوریه علی رغم حضور نیروهای پدافندی روسیه اسرائیل میاد حمله میکنه به مواضع ایران نیرو کشته میشه در همین حمله اخیری که اسرائیل کرده به منابع نفتی از ذبعه حدود ظاهرا ده نفر کشته شدن از عناصر حزب الله حالا معلوم نیست که ایرانیان یا لبنانی خب در برابر اون جمهور اسلامی حمله کرده به یک کشتی خالی اسرائیلی اینو همه تمام خبرگزاری ها گفتن کشتی خالی بوده هیچ محمولی نداشته به طرف داران بندر فجیره امارات در حال حرکت بوده از تانزانیا آمده بوده از دار به تانزانیا آمده بوده به طرف بندر فجیره امارات میرفته ولی کشتی خالی بوده یعنی در برابر نفتی که از جیب ملت ایران برای تقویت حزب الله لبنان فرستاده شده به سوریه اسرائیل حمله کرده به اون مخازن نفتی در برابرش جمهوری اسلام به کشتی خالی حمله کرده این تراز اقدامات جمهوری اسلامیه حالا از بعضی از کشورها که اصلا نمیتونه انتقام بگیره هر چقدر شون ضربه میزنن روسیه وعده داده بوده واکسن بهشون بده نداده با روسیه کاری نمیتونن میکنن چین پولاشون رو نمیده کاری نمیتونن بکنن حتی هند پولاشون رو نمیده نمیتونن کار کنن حالا اگه قراره بعد از این همه شعار دادن و این همه درشتگویی و رجزخانی کاری هم بکنن در برابر حمله به منابع نفتی به کشتی خالی حمله میکنن حالا این که اصلا حالا چقدر این کار سخته به من ربطی نداره که خیلی وارد مسائل جزئیش بشم تخصصم ندارم اما مهم اینه که در برابر اقداماتی که اسرائیل در پای تخت جمهوری اسلامی انجام داده سازمان هوافضا رفتن وارد دفتر رئیسش شدن از سری ترین مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی چند تن اسناد بردن در نتنز و پارچین خرابکاری کردن به اذعان مقامات جمهوری اسلامی بزرگترین دانشمند هسته‌ایشون رو کشتن در برابرش کارهای اینطوری رو جمهوری اسلامی انجام میده که نهایتا همین مثلا اعلام کردن که پهپاد بدون سرنشین حمله کرده به هزینه پهباد از جیب ملت ایران هزینه نفتی که در سوریه از بین رفته از جیب ملت ایران هزینه های سیاسیش از جیب ملت ایران فقط جمهوری اسلامی برای اینکه رجز بخونه و نیروهای خودش رو قانع کنه و هر بار هم که خامنه ای رجز میخونه که من مطمئنم رجز خانیاش معمولا یا تا حالا هر چی اتفاق افتاده پشت پرده در حال تسلیمه که رجزخانی علنی میکنه برای اینکه اگه اخبار لو مثلا این بگن نخر این اخبار درست نیست و آقا فرمودن که مذاکره نمیشه یا مثلا با آمریکا به تفاهم نمیرسیم در تنها خاصیت کارهایی که میکنن قدرت رجزخانی به خامنه میدن برای نیروهای داخلیشون نیروهایی که به شدت سرخورده شدن الان دیگه بحث نارضایتی حالا تا الان به گردن روحانی مینداختن از حالا بعد میخوان گردن کی بندازن حالا من در یک برنامه جداگانه صحبت خواهم کرد رضا کیانیان یه نامه نوشته به قالیباف و انتقاد کرد از بحث طرح سیانت فضای مجازی قالیباف یک نامه بلندبالا سراسر دروغ ولی اینو یادتون باشه اینا همه جا ثبت کنید برید نامه رو بخونید گفته ما قرار بوده یک میلیون خونه ساخته بشه بودجش هم به دولت دادیم و روحانی انجام نداد ولی آقای رئیسی انجام میده یارتون باشه که رئیسی هم قرار شده تو تبلیغاتش گفت سالی یک میلیون خونه بسازه اینا رو تو ذهنتون باشه البته قطعا قالیباف دروغ میگه با یک رقم حساب کتاب خیلی ساده اگر حساب بکنید جمهوری اسلامی که انقدر در فشار قرار گرفته بود که ناچار شد بنزین رو سه برابر کنه برای اینکه بودجه عادی شمی بشه وقت برای یک میلیون خانه آقای قالیباف میگه که بودجه تامین کردیم برای اینکه بفهمید یک میلیون خانه یعنی چی شما فکر کنید که قرار جمهوری اسلامی خونه های 20 متری بسازه و هر متر 5 میلیون تومن فقط یعنی 100 میلیون تومن یک میلیون مسکن یعنی 100 هزار میلیارد تومن این دروغی که قالیباف میگه ولی به هر حال از حالا به بعد دیگه بهانه‌ای ندارن دولت مال خودشونه دولت مورد حمایت رهبر هست دولتی که اصولگران روش خیلی حساب کردن خود رئیسی و ادای متعددی داده فقط ناچارن برای این شرایط باعث شده که حتی نیروهای خودشون هم به شدت سرخورده هستن اونها هم بالاخره خانواده دارن حتی اگر در واقع بستگان درجه اول این حزب اللهی یا تعمیم بشن بالاخره دست دوم دارن دسته سوم دارن افرادی هستن این فاصله دارن تماس دارن و میفهمن در جامعه داره چه میگذره به همین جهت به شدت نیروهاشون سرخورده شدن حالا برای حفظ اونها ناچرا یک رجزخانی های بکنه یک کار انجام بدن و البته مسئله اصلی رو که حمله به مخازن نفتی که از جیب ملت ایران برای حزب الله لبنان رفته اون رو مخفی میکنن یا اگر بگن خبرشو خیلی جزئی میگن وارد جزئیات نمیشن اما این خبر مربوط به حمله پهپادی به یک کشتی خالی اسرائیلی این رو انقدر پوشش میدن این وضعیت جمهوری اسلامی اگر کسانی هنوز ادعای اقتدار برای جمهوری اسلامی دارن این وضعیت رو ببینن از اون هم ملت ایران باید بدونن که اگر امروز تحت فشار هستن اگر دولت نمیتونه حقوق کارمندا رو به موقع بده اگر دولت نمیتونه واکسن وارد بکنه که این افتضاح کرونا در ایران ببینید داره چه میکنه دلیل که پولها مشخص کجا میره هزینه چی میشه خرج چی میشه این مسئله قطعا ادامه خواهد داشت برای اینکه اسرائیل هم تهدید کرده گفته که ما جواب این حمله رو خواهیم داد قطعا اسرائیل هم بی جواب نخواهد گذاشت ادامه پیدا میکنه دوباره سری مخازن منابع نمیدونم نیروها رو میزنن اه حالا اگر هم ادامه پیدا کنه که من معتقدم ادامه پیدا نمیکنه از طرف ایران حداقل ادامه پیدا نمیکنه کما اینکه در برابر ترور فخری زاده کار خاصی نکردن در برابر خرابکاری در نتنز و پارچین کاری نکردن یا نخواستن یا نتونستن یا به بود برای انجام نشده اینم که حالا در دو سه ماه اخیر به دو تا کشتی اسرائیلی حمله کردن که این کشتی دوم خالی هم بوده یعنی اگر به فرض که تازه کشتی به مسیرش ادامه داده یعنی تنها خاصیت این حمله کشته شدن دو نفر آدم بوده که هیچ کدومشون اسرائیلی نبودن این نکته مهمه یکیش اهل رومانی یکیش اهل انگلیس کما اینکه در جنگی چند ماه پیش بین اسرائیل و حزب الله و لبنان اتفاق افتاد و حماس اتفاق افتاد طرف فلسطینی صدها نفر کشته شدن طرف اسرائیلی دوازده نفر کشته شدن که چند تاشون مسلمان عرب بودن حالا این دفعه در قصه حمله جمهوری اسلامی بین اسرائیلی حتی یک اسرائیلی هم کشته نشده یک بریتانیایی انگلیسی و یک رومانیایی این وضعیت جمهوری اسلامی این در واقع معادله روابط جمهوری اسلامی و حتی انتقام گیری هاش این یک حکومت سرخورده ضعیف از همه جهت ضعیف جمهوری اسلامی فقط زورش به مادر ستار بهش میرسه که به اون هم نمیرسه یعنی جمهوری اسلامی یک پیرزن 40 کیلویی عاجز کرده جمهوری اسلامی رو از هیچ چی نمیترسه کسی که فرزندش رو داده و از هیچ چی نمیترسه جمهوری اسلامی در برابر واقعا وضعیتش در این حالت زورش حتی خو... حتی به گوهر عشقی مادر ستاره بهش نمیرسه دیدید که افراد مختلف در داخل کشور با شجاعت جوری حرف میزنند و به هیچ وجه وقعی نمیگذارن به تهدیدات جمهوری اسلامی هر چقدر دستگیر میکنن هر چقدر شکنجه میکنن هر چقدر زندانی میکنن تهدید به اعدام میکنن میبینید که نمیترسن مردم و اگر هم در بعضی مسائل بعضی از مردم کوتاه میان یا همراهی نمیکنن با تظاهراتها مسائل دیگه داره که باید در مورد صحبت کرد اون وحشت و واهمه ای که متاسفانه اصلاح طلبان خائن در دل مردم انداختن که اگر جمهوری اسلامی بره چه خواهد شد چه خواهد شد اگر کشور ناآرام بشه چه خواهد شد بیشتر ترس مردم از هست که باید رو توضیح داد برای مردم که جمهوری اسلامی اگر باشه روز به روز ما شاهد فساد بیشتر رانت بیشتر خواهیم بود شاهد بگیر و ببند بیشتر خواهد شا... شاید فقر بیشتر خواهید بود ببینید جمهوری اسلامی نه تنها خودش فاسده الان دیروز وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کردن که مق... یک سری از مقامات اس... فل... لبنانی رو دارن تحریم میکنن اتحادیه اروپا هم تحریم کرده هم تحریم مالی و هم تحریم سیاسی که به کشورهای اروپایی و آمریکا روش نمیدن موضوعش هم فساد مالیه خب دولتی که الان در لبنان هست بسیارشون به جمهوری اسلامی نزدیکه. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها خودش فاسده فسادش مصری هم هست. به کشورهای دیگه هم اگر میره فساد رو میبره به دلیلی که در اونجا هم میخوان فساد کنن یعنی همین پولی که اگر حتی بودجه از جیب ملت ایران برمیدارن برام به حزب الله لبنا بدن یه تعداد وسطش میخورن خودشون چند سال پیش حامد کرزای اومده بود ایران به یه نفر دیگه پول نقد داده بودن برای به, به رئیس دفتر حامد کرزای موقع خروج از ایران اون طرف وسط را بخشی از پول رو برداشته بود یعنی وضع جمهوری اسلامی در این حد دست فساده و اگر جایی هم وارد میشن همین فساد رو میبرن حالا غیر از اینکه قتل و قارت میبرن در مثل سوریه در عراق مثل بسیار از کشورها پای جمهوری اسلامی هر جواز شده فقط باعث قتل و قارت شده در افغانستان اگه حضور دارن میرن با قاتلین مثل طالبان کار میکنن برای این وضعیت جمهوری اسلامیه و این اتفاقا بسیار امیدوار کننده است برای مردم و مطمئنم که این وضعیت هر روز به ضرر جمهوری اسلامی و به نفع مردم تغییر خواهد کرد موفق بشت.